سلام و درود به سرویس خبری این ساعت از شبکه جهانی هزار ارد با من بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط اخبار: تیرباران باشندگان دایکندی، شمار کشته ها به 14 نفر رسید. جبهه آزادی: تیرباران باشندگان دایکندی نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. تیرباران باشندگان دایکندی: ایران خواستار اقدامات فوری برای مجازات عاملان شد. ممنوعیت فروش نان به اتباع: دیپلمات ایرانی چه بر ما رفته است که چنین شده ایم؟ وزیر دفاع پاکستان: هیچ کس اجازه گفتگوی مستقیم با طالبان را ندارد. و خبر اخیر این که در بیرکل ناتو وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را فاجعه وحشتناک خواند. مشروع اخبار: بر اساس آخرین اطلاعات، در تیرباران غیرنظامیان هزاره در مناطق مرزی دایکندی و غور 14 نفر کشته شدند. در فهرستی که از هویت قربانیان این رویداد نشر شده، تعداد زخمیان 4 نفر گفته شده است، اما منابع تعداد زخمیان را بیشتر میگویند. به گفته منابع، وضعیت برخی از زخمیان نیز وخیم گزارش شده است و تمام این قربانیان مرد هستند. به گفته منابع، تمام قربانیان باشندگان منطقه قریدیوال ولسواری سنگتخت و بندر دایکندی هستند. آنان چاشت روز پنجشنبه 22 سنبله برای استقبال از زائران کربلا به منطقه مرزی دایکندی و غور رفته بودند. یک از زخمیان گفته است که حدود 20 تا 25 نفر به استقبال زائران کربلا رفته بودند و آنان هنگامی که در ساحه میان روستاهای قریدیوال دایکندی و روستای پهلوسنگ غور منتظر رسیدن زائران بودند، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفتند. به گفته این فرد، افراد مسلح 4 نفر سوار بر 2 موتورسایکل بودند. در گذشته هم مسافران هزاره در خور و مسیر مواصلاتی این ولایت با دایکندی کشته شدند. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت تیرباران شهروندان هزاره در منطقه مرزی دایکندی و غور در مرکز افغانستان را بر عهده گرفته است. این گروه در خبرنامه خود گفته است که در این حمله 15 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. یک منبع میگوید که 40 روز قبل نیز یک جوان اهل بندر در منطقه مرزی غور دایکندی کشته و 2 نفر دیگر زخمی شده بودند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که تیرباران شدن 14 نفر از باشندگان ولایت دایکندی در مناطق مرزی این ولایت و ولایت غور نسل کشی و جنایت علیه بشریت است. این جبهه در اعلامیه‌ای که دیشب پنجشنبه 22 سنبله نشر کرده، گفته است که قربانیان این حمله همه از قوم هزاره و باشندگان ولسوالی سنگتخت و بندر دایکندی بودند. جبهه آزادی افغانستان عاملان این حمله را نیز ملیشه‌های گروه طالبان دانسته است. در اعلامیه این جبهه آمده است که این کشتار وحشیانه در حال اتفاق افتاده که همه مردم محل خل سلااند و تنها عناصر تفنگدار در ولایت‌های غور، دایکندی و هومه ملیشه‌های طالبان هستند. جبهه آزادی افغانستان میگوید که قتل‌های هدفمند و رخدادهای مشابه پیش از این نیز از ولایت دایکندی و غور گزارش شده و در 3 سال اخیر صدها خانواده از این دو ولایت کشیجباری داده شدند. این جبهه افزوده که این رویدادها نشان می‌دهد که طالبان در مناطق مرکزی، شمال و غرب کشور با انگیزه‌های قومی و با هدف تغییر بافت جمعیتی مناطق داره نوع قومی و مذهبی و کشتار مردم به ویژه هزاره ها و کش اجباری آنان اقدام می کنند. در اعلامیه این جبهه آمده است توقف موترهای مسافران عادی و غیر نظامی و برگبار بستن مکرر آنان بدون هیچ دلیلی مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. وزارت خارجه ایران حمله مرگبار بر باشندگان ولایت دایکندی در مناطق مرزی این ولایت و ولایت غور را محکوم کرده و خواستار اقدامات فوری برای مجازات عاملان آن شده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز جمعه 23 سنبله با نشر اعلامیه گفته است که این حمله را به شدت محکوم و به خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی می‌کند. سفارت ایران در کابل نیز با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود این حمله را محکوم کرده است. این سفارت گفته است که جمهوری اسلامی ایران خواهان مجازات مرتکبین این فاجعه بزرگ است و آمادگی خود را در این زمینه اعلام می‌دارد.
سید رسول موسوی دستیار وزارت خارجه ایران از ممنوع شدن فروش نان بتبا در ولسوالی بردسیر ولایت کرمان این کشور انتقاد کرده است و امروز جمعه 23 سنبله با نشکسی از یک اعلامیه که روی نوشته شده است به دستور داستان محترم فروش نان بتبا ممنوع می باشد. گفته است چه بر ما رفته است با این تاریخ و فرهنگ و ادب و عرفانی که داریم این چنین شدیم. او در ابتدای این پست در صفحه ایکس خود گفته است بر سر در خانقاه ساده و بی تکلف عارف کامل شیخ بوالحسن خرقانی نگاشته بودند هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چنگه به درگاه بار تعالی به جان ارزد، البته بر خان بوالحسن بنان ارزد. در این اعلامیه که سوی اتحادیه نانوایان شهرستان بردسیر ولایت کرمان ایران صادر شده هشدار داده شده است در صورت تخلف با نانوایی ها برخورد خواهد شد. مشخص نیست که دستور ممنوعیت فروش نان بتبا در این ولسوالی ایران چه زمانی صادر شده، اما رسانه های مختلف ایران نیز امروز واکنش دستیار وزارت خارجه این کشور به این موضوع را بازتاب دادند. اصطلاح اتبا در ایران عمدتا برای مهاجران اهل افغانستان استفاده می شود. فروش نان بتبا در این ولسوالی ایران در حال ممنوع شده است که فشارها بر مهاجران افغانستانی پس از روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان افزایش یافته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اظهارات علی امینی گنداپور وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا برای مذاکره مستقیم با طالبان را به شدت محکوم کرده است. رسانه پاکستانی روز پنجشنبه 22 سنبله گزارش دادند که وزیر دفاع پاکستان مذاکره مستقیم با طالبان توسط وزیر ارشد خیبرپختونخوا را حمله به نظام فدرالی این کشور دانسته است. وزیر ارشد ایالت خیبرپختونخوا پاکستان گفته است که او به گونه مستقیم با طالبان در افغانستان مذاکره می کند و به سیاست های اسلام آباد توجهی ندارد. طبق گزارش گنداپور افزوده است که مردم او هر روز کشته می شوند و این وضعیت دیگر برایش قابل تحمل نیست. وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا همچنین تاکید کرده است که نامنی‌ها ناشی از حملات TTP افزایش یافته و او هیئتی را برای گفتگو با طالبان به افغانستان می‌فرستد. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به اظهارات این مقام ایالتی گفته است که هیچ کس نمی‌تواند به طور مستقیم با کشورهای دیگر مذاکره کند. این در حالی است که مقام‌های نظامی پاکستان بارها تاکید کردند که جنگجویان TTP در افغانستان حضور دارند و از خاک این کشور علیه پاکستان عملیات انجام می‌دهند. دبیرکل ناتو در گفتگو با سینین گفت که وضعیت افغانستان پس از خروج ناتو و متحدانش در 3 سال گذشته فاجعه‌ای وحشتناک است. ینس استولتنبرگ گفت که اهداف آنها برای تغییر مثبت در افغانستان بسیار بلند پروازانه بود. دبیرکل ناتو در این مصاحبه که قسمتی از آن روز چهارشنبه 21 سنبله نشر شد گفت ما تلاش کردیم چیزی را که به آن نرسیدیم محقق کنیم. تلاش کردیم افغانستان دموکراتیک و آزاد با حقوق برابر برای زنان و مردان بسازیم. و افزود برای ایجاد تغییرات در افغانستان به اراده و منابع زیادی نیاز بود که در دسترس نبود. ینس استولتنبرگ تاکید کرد که در 20 سال حضور در افغانستان هزینه های سنگینی از نظر جانی و مالی بر ناتو، متحدانش و آمریکا تحمیل شد. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2021 به پایان 2 دهه حضور نظامی و سقوط دولت افغانستان منجر شد. ممنون که تا این دم با ما بودید. تا درود دیگر، بدرود.